Doua remarca, Vladimir Karikenta az Finlandia ince rakiruit tasvire nazdik mebine. Barom Sufiov az samti roste tasvirhoi mo varzishgari 26 solai tojik, championi Tojikiston dar rishtai judo ustodi varzish hast dar Tojikiston va yake az varzishgarone ki voqean dar سالی 2020 کسی چشم دار نبود ولی در تاجیکستان عنوان چمپیونی رو پدست آورد بسیار شایسته هنرنمایی کرده بود و در صحنه رقابت های بین المللی باشد این چهارمین اشتراکش فقط در گرند سلم است دیگر در گرند پری مسابقات ماسترز هنرنمایی نکرده است ولی در مورد ردا سدوکی ورزشگر 23 ساله فرانسه که با لباسهای سفید است چی رو باید یادآور شد ورزشگر فرانسوی هم در کارنامه‌اش تجربه اشتراکش زیادتر هست در رقابت های بین المللی سه مرتبه در گرند سلم اشتراک کرده هیچ نتیجه ندارد که از گرند سلم ها نتیجه برابر است یک پویزنی که بهرام سوفیف داشت دوار چی اشاره میکند دوار با بهرام صحبت میکند و میگوید که باید به این شکل و به آن طرزی که پویزنی کرد ادامه ندهد پویزنی ها همون با موقع قپیدن بسیار موافق برای بهرام به سمت چپ ولی راه گورز دوستان عزیز این فراری دروغین بود از سوی ورزشگر فرانسه ردا سدو که یک بار دیگر تکرار شود و او کارد زرد یا همان شیدو داده خواهد شد چون موقع قپیدن یا در بخش مبارزه برای کومیکاتا سوفیوف بسیار خوب مبارزه میکند و ببینید بار دیگر اکنون نتیجه غلط مبارزه کردن ها برابر می شود این بار ورزشگر فرانسه ردا سدو که با پای بهرام سوفیف زد به همین ترتیب تا جای بهرام سوفیف به نظر می رسد که او سیب دیده باشد ادای احترام می گذارند هر دو ورزشگر نسبت به همدیگر و رقابت ادامه خواهد یافت. به نظر می رسد که هر دو هم در فرم معمولی و ایدئالی قرار دارند. بهرام سوفیف سمت چپ برای پرتاب کردن رو اختیار می کند. با جفتی بازو یا دستان مایلی قپیدن از یک سمت رو می کند ولی سمتی که برایش موافق است پس گیربون یا قسمتی کمر حریف موفق نمی شود شیدوی اول با ورزشگری فرانسه و همچنین با بهرام سوفیف با خاطر کمکوری از سوی دوواری فنلاندی با همین ترتیب هر دو ورزشگر هم یک کرد زرد یا آگاهی می گیرند بهرام سوفیف کارش خوبتر بود در بخش گرفتن یا مبارزه کردن نسبت به حریف و ببینید باز هم همون پویزنی و همون حالو که معمولی داخلی یا میانه و بهرام سوفیف برای لعد دادن دست یا همچنین اصول های دردناک و خفه کردن قریب بود که موقعیت پیدا میکرد دوار اشاره میکند باید کمربند و همچنین جدوگی به ترتیب در آورده شود با همین ترتیب این یک وسیله برای روح نفس کشی رو آزاد کردن برای بهرام سوفیف می باشد و به نظر می رسد هر دو ورزشگری نوکر یا نو تجربه در صحنه رقابت های جهانی این اشتراکشون یا روی و روی بسیار در همون سطحی که انتظار داشته و همون سطح در حالی سپری شدن هست بهرام ببینید راهی گورز چگونه از سوی ورزشگری فرانسه و به همین ترتیب بهرام سوفیف در بخشی کور در زمین کوشش میکند تا حریف رو غافل گیر کند ولی موفق نمیشد به همین ترتیب شیدوی ولی این شیدو گمان میکنم طرفگیرانه بود یا ناعدالتانه بود از سوی داور مرکز چون که بهرام سوفیف کمکار نبود ولی به او شیدو دادن دوستان عزیز اینجا
باید داوران خود قضاوت کنند، هیئت داوران در لحظه که، ولی اکنون اجرای سراپای ورزشگر فرانسه خوب تر بود. و هر حال دوستان عزیز در این رقابت ما طرفگیری رو مشاهده میکنیم، داور فقط نگاهش با بهرام صوفی فرانسه را با ورزشگر فرانسه کمتر توجه میکند. ۴۶ ثانیه دیگر تا پایان وقتی اساسی باقی مانده است، داوران چی خلاصه میبرند؟ خانسوکو ماکه با بهرام صوفیف بنابر سبب شکستن مقررات یا ویران کردن جزء از حرکات. به همین ترتیب دوستان عزیز در اولین رقابت بهرام صوفیف از ردا سدیو که از فرانسه شکست خورد و از حقی ادامه دادن در جریان مسابقات محروم شد.